خیلی خیلی ممنون ازتون که تشریف آوردین، امیدوارم که از شام رضایت داشته باشید. قرض از دور هم جمع شدن امشب. خیلی ببخشید دایتونج، یه چند لحظه میخواستم وقت شریف مجلس رو بگیرم. خیلی ممنونم که این وقت رو با من اختصاص دادید. این نامه استعفای من از پالار بابا غفوره، خدمت کوه تجربه، پیشکسوتم خدمت شما. این نامه استعفای من از سمت مدیریت اجرایی تالار بابا غفوره. این نامه استعفای من از بخش صادرات واردات شیرینی کاملیا هستش. خانم حسین تقدیمتون میکنم. این نامه استعفای من از بخش گزارشات مردمی میدانیه که تصمیم پدر بزرگوارم میشو پکیج استعفای من. و این هم نامه استعفای من از حوزه تسهیلداری عمو جلال که خدمت شما میدم. بنده پیش یکی از نمایندگان شرکت تبلیغاتی از این به بعد مشغول به کار هستم و خدمت مردم بیشتر از این اجازه به من نمیده که در خدمتتون. خب تورج جان بفرمایید، همه منتظرم، مخصوصا بعضیا. امشب دعوتتون کردم که بهتون دو تا خبر خوب بدم. خبر اول اینه که من نیمه گم شدم و پیدا کردم. نه مبارک باشه. آقا تورش نیمه دومتون کیه؟ خبر خوب دوم اینه که نیمه گمشده غفور خانم پیدا کردم. بذارین از قشنگرو. به به خیلی مبارکه دیگه. موقی جان جو میتونیم نیمه رو داشته باشیم؟ چیلی که نه اصلاعده سمیه جان نیمه ها. نیمه ها چیه؟ چی میکنیم؟ نیمه ها چیه؟ من نمیدونم نیمه چیه؟ خیلی خوش آمدید. خوش آمدید، خوش آمدید. بفهم. خواهش میکنم. ملک خانوم نیمه اول، سیمین دو، نیمه دوم. کیه شما هستن؟ خواهرم خواهرزاده من. ماشاءالله، ماشاءالله. مزکی پذیرایی بفرمایین. خب بلوتن ملی خانم چی بکشم برای دست شما درد نکنه؟ البته غفور خان از صدقه شما بهتر اطلاع دارم. چطور؟ نگیم. خواهر گل من یه سوال برش پیش اومده، حالا شما خودتون توضیح میدین غفور خان؟ الان چون بنده هم مطلع هستم ولی چیزی نایم بدم. نادر نفش غب نکن. چی شده؟ چیزی نیست دخترم، با بزرگی شما عنفوان جوانی خواستگار ملک خانم ما بودن. و البته نادر خان اجازه ندادن که بابا غفور به ملک خانم برسن. بله مخالفت کردن. بله موقع هم میگفتن ایشون نه اخلاق داره نه اعصاب داشت نه پول. البته الان دیگه پولو دارن. معرفت نه. پس شما هی میگفتی مهین مهین، منظورت ملک ملک بود؟ اسم ما مهین نه، من قلبم تیر میکشه. بکن آقا جلال، شما یه درمیون قلبت داره تیر میکشه فیلم بازی میکنی؟ بابا جریان چیه؟ مهین مانکت تو رج از اینکه 60 ساله بشه شوخ میزنی میخوای به چی برسی؟ شما خودتون گفتین عروستون رو باید خودتون تایید کنین. منم گفتم کسی رو پیدا میکنم که مادرش رو قبلا خودتون تایید کردین، پس دیگه دخترش به تایید نیاز نداره. جلال بلند شو بریم که من دیگه نمیتونم اینجا رو تحمل کنم. پاشو. کجا بری؟ بهشت زهرا سر خاک مامونم. پاشو برید جان. عزیزم من الان میترسم. بلند شو. ولی صبح بریم. خدا وکیلی صبح بریم. الان میترسم. آقا من الان میترسم بیا بهشت زهرا. آقا من باقی میترسم. تورش یه چیزی بهت میگم آویزه گوشت کن. تمام این زندگی رو من با زحمت و کوشش به دست آوردم. اگه اون موقع هم وضعم مثل الان بود این دخترهای نازنینمو به این دوتا نمیدادم. متوجه شدی؟ همه اینا مورد تو و خواهراته، اما بعد از مرگ من. بسی در من نقشه نکش. چپ چپ رو گام کنی؟
آقای مهندس راسخ تشریف ندارم، حق رأیشون با منه. ندازم تو بفهم ببینم. یک دو. خانم آقایون لطفا ساکت باشه، من یه بار دیگه اسم کاندیدای مدیریت ساختمون رو بگم. اصلا نیاز نیست آقا خانم، اجازه بدید، اجازه بدید. تمام عزیزان ساکنین این ساختمون بنده رو میشناسن، بر زحمات بنده واقفن، میدونن من چه ها که نکردم برای این ساختمون. ما نیاز به یه سری تغییرات راهبردی کاربردی داریم که ما انشالله امیدوارم برای ضلع شمالی و ضلع جنوبی این ساختمون بابت فضای سبز. خانم جودت لطف کنید رأی رو بخونید. اجازه بدین، اجازه بدین. ما نخست میخوایم نرده های این ساختمون رأی بکنیم. این نیاز به تدبیر. ببخشید من عجله دارم، بخونید رأی. سرکار خانم با تعجیل تسریع مدیریت پیش نمیره. ما برای مدیریت نیازمند صبوری، تأمل، تحمل. حبیبی جان شروع کن دیگه. خانم لطفاً به ازای هر رأی جلوی اسم کاندیدای علامت بزن. لطف فرمایید اسم منو اول بزنید. فرقی داره. شما بخوای شرایط سنی و کسوت رو در نظر بگیری اسم من باید اول بخوره. تجربه رو بخوای در نظر بگیری اسم من باید اول بخوره. حروف و الف با بخوای در نظر بگیری اسم من باید اول بخوره. بازم فرق لازم داره یا بیام فرق تو هم وسط باز کنم؟ فرتوت اول بنویس. خب من اول ببینیم به اسم کیه. آقای جلال سیف. جلال سیف. آقای ستار محمودزاده. ستار محمودزاده. آقای مختوشه نگاه کن. سلام علیکم، روز بخیر. بفرمایید. سلام، خواهش می‌کنم بفرمایید. آقای جلال سیف. آقای مهندس. آقای ستار محمودزاده. آقا ببینم اینو. آقا این عین همونه، این کپی همون اونه. اجازه بدیم. بردی دادی یه جا کپی گرفتن. ستار محمودزاده. ستار محمودزاده بله. فرمایید. ستار محمودزاده. ستار محمودزاده بله. محمودزاده. ستار محمودزاده. آقای جلال سیف. نه نه نه. جلال سیف قد خورده پشیمون شده. ستار محمودزاده. طرف پشیمون شد. غلط کرده. ستار محمود. ستار محمودزاده. آقای ستار محمودزاده و آقای مهندس. مهندس خالی نمیشه. آها منظورش مهندس ستار محمودزاده است. مهندس که میام. این آقا باشگاه داره دمبل میزنه شد مهندس. اجازه بدین من هر روز ایشونو مهندس صدا میزنم. بگه نمیگه مهندس سلام، مهندس خدافظ. آقا مهندس ستار محمودزاده رأی بشمارید. تمام شد. بخونید. که روز 8 مجموعه 10 رأی آقای محمودزاده به عنوان مدیر ساختمون ابقا شدن به افتخارش. آقای سید هم 2 رأی آوردن. اجازه بدین، اجازه بدین. من میخوام اینجا یه تشکر ویژه بکنم از جناب سیف که بسیار بسیار تلاش کردن. امیدوارم سال بعد شرکت کنن و رأی بیارن. و کنکوره. بفرمایید، بفرمایید، بفرمایید چی میگید. بفرمایید. خانم ابتهی مگه شما تعجیل برای رفتن نداشتین؟ بله دیگه، فقط میخواستم مطمئن بشم آقای محمودزاده رأی آوردن. با اجازتون. به به مهندس عزیز خوب هستی؟ خانواده محترم خوب هستم؟ چشم ما روشن. جناب آقای دکتر خلج همساده نسبتاً با درایت ما. راستش مهندس من راجبه یه موضوع مهمی خواستم با شما صحبت کنم. البته اگه جسارت نباشه اجازه بفرمایید. اگه مسئله واقعا خیلی مهمه لطف بفرمایید برید خدمت آقای محمودزاده که بهشون رأی میدید. بفرمایید اینجا نشینید. البته بنده به شما رأی دادم. بعدش خند زد. راستش مهندس من هرچی فکر کردم دیدم که مدیریت این ساختمون در شأن شما نیست. به هر حال شما جزء مدیران ارشد هستید. خاطر همین هرچی فکر کردم دیدم که مدیریت اینجا خیلی برای شما کوچیکه. بله منم فرصت مسئولیت جدید ندارم. گفتم همسایه‌های ما اگر مثلا من قابل ندونستم. بله درست میفرمایید. راستش جناب مهندس من چند باری دکتر خانمتون رو توی ساختمون دیدم. اگه اشتباه نکنم ازشون شادی خانومه دیگه، درست میگم؟ چجوری بگم من از ایشون خیلی خوشم اومده.
اینجوری هم که متوجه شدم گویا مجرد هستند. بله گفتم اگه صلاح بدین و اجازه بفرمایید برای امر خیر برسم خدمت. امر خیر؟ البته من جسارت کردم گفتم. حالا شما فکرتونو بکنید با ایشون هم مطرح بکنید، اگر که صلاح تونستی میرسم خدمتون. با عزتون شب خوبی داشته باشید. امروز اول روز کارآموزی داره؟ بله دیگه، با اجازهتون دیگه از امروز در خدمت شما. امیدوارم موفق باشی. ممنون. مهندس، من یه چند وقتی میخواستم باهاتون مشورت بکنم، تو دانشگاه پیداتون نکردم. بگو جانم. یه خورده سخته برام گفتنش. راحت باش حرفتو بزن. حمله بر پررویی یا اینا نباشه. نمره نمیدم. نه نمره چیه؟ نمره نمیخوام که. خب چی میخوای؟ زن میخوام. غریبم نیست، آشناست. چقدر آشناست؟ میخواستم ازتون کمک بگیرم، اگه میشه براتون مقدوره برید باهاشون صحبت بکنید. من واقعا خجالت میکشم، نمیتونم باهاشون صحبت کنم. آره معلوم خجالتی هستی. حالا این دختر خوشبخت کی هست؟ شادی سیف. همین شادیه؟ شادی خانم سیف همکلاسی سال پایینیتون؟ بله خودشونن. تا اونجایی که من میدونم ایشون نامزد دارن، بفرمایید. نه مهندس، تحقیق کردم، نامزد نداره. شما از کی تحقیق کردی آقای عدی؟ یه پسرخاله داره به اسم ارسلان. من ازش پرسیدم دختر خالت نامزد داره، گفت نه خیالت راحت، هیچی نداره. خاک بر سرت. چرا؟ ببین عدی، یه نصیحتت میکنم، خوب گوش کن. با دختر همکلاسیت ازدواج نکن. ما کلا دو تا واحد مشترک با هم داشتیم، اونم کلاس خودتون بوده. کلاس ما. یه نصیحت دیگه، با دختری که با باباش همکاری ازدواج نکن. همکارم که نشدیم حالا، من تازه امروز اولین روز کارآموزیمه. اولین روز کارآموزیته. اون دو مورد قبلی رو فراموش کن، اینو گوش کن. من یه چیزایی از این خانم سیف میدونم و شنیدم که اصلا به صلاح نیست ازدواج کنی باش. منصرف شو. میشه بپرسم چی مثلا؟ تو مگه خجالتی نبود؟ چرا هستم مهندس، ولی پای یه عمر زندگی مشترک وسطه. نه نیستی، خجالتی نیستی. این خانم خله. واقعا؟ بله خیلی، از باباش بهش رسید. اگه دقت کنی مهندس سیف هم خله؟ بله. اینا ظاهرشون نشون نمیده ولی درونشون یه خلیتی هست که منصرف شد. از فردان کت شلوار به پوش بیاره داره. میگم مهندس. مهندس نه استاد. بله استاد، امشب بازی رئال بارسا، شما طرفدار کدوم تیمی؟ من طرفدار تیم ملی هم. تیم ملی اسپانیا؟ تیم ملی اسپانیا؟ الو چی شده؟ اول صبحی خوشم نمیاد. نه بیدارم، بگو چی شده. الو باشه خوب. گفتم باشه دیگه. الو چی شده یه هوی آخه؟ بعدم میاد بای. خدافظ. بای بابا بیا. بگو چی شد. بابا کن. بابا رفت. چی شد؟ آره رفت. وای مامان وای مامان. چی بود اول صبحی؟ بابا غفور بود؟ نه. بیمارستانه آره؟ نه. چی شده؟ قندشه؟ زانوشه؟ کبدشه؟ کلیشه؟ کمرشه؟ تعالشه؟ کجاشه؟ وای بابا بابا. وای بابا چرا داری نمیذاری من حرف بزنم؟ سعید بود. با همین ماما. قربون برم، چرا اینجوری میکنی؟ مگه دفعه اولشه؟ خب عشق و جوونیه دیگه. بابات هم اوائلش همینجوری بود. مامان مامان بی مامان. حال چی کارت داشت اول خروس خون؟ این کارمندا خواب ندارن و بهت بگم و اول صبح بیدارن، این همین بابات. مامان سعید میگه الا بلا همین پرنم باید بیاد خواستگاری. ای وای چرا اینقدر زود؟ سه صفای نصف زیر زمینه ها. چیکار کنم این پنجشنبه لباس نداریم؟ خب زودتر میگفت میرفتیم یه چیزی میخریدیم دیگه. چی بپوشم بابات خوشش بیاد؟ آبا ما حالا چیکار کنم؟ تو دلم لباس شویی روشن اصلا این دیگه. خیلی خوب آروم باش عزیزم، ریلکس باش، زیر فکر بکن. آه برو گوشی منو بیاری یه زنگ بزنم به مرجم. بیا با گوشی من زنگ بزن، بذار رو بلند. مرجان سلام. شولم سلام. شوله خوبی؟ ممنون خوبم. ببین مرجان یه چیزی میخوام بهت بگم، فقط آروم باش خب، ریلکس. شوله یه دقیقه عمو بده مثلا
حرفمو بزنم. مهندس سر زد گفت من چند وقت پیش که به شما شادی تو کافی شاپ گفتم میخوام بیام خواستگاری، الان دیگه صبر و طاقتم تموم شده. وا یعنی چی؟ مهندس که ناشناس نیست، بالاخره آقا جلال تو اداره دیدتش دیگه میشناسه، از همه مهمتر شادی رو میخواد بگیره. وا خیلی خوب، قطع کن قطع کن، من خودم دارم میام بالا، قطع کن. اتفاقا سعیدم صبح مادر من زنگ زده، بچه خیلی خوبیه سعید، خیلی بچه خوبیه، بچه چغلیه، بچه های شرکت دیگه، میخواد زن بگیره، دمبله ما دادم بهش. آفرین سعید پسر خوبی از نظر من، از موقعی هم که آوردش باشگاه هفته سه جلسه داره میاد سر تمرین، خیلی هم از تو منظم تره. حالا بالاخره چی شد؟ همین پنجشنبه میاد سعید خواستگاری؟ بزن چرا وایسادی؟ خواستگاری کی؟ شادی خانم دیگه. شادی خودمون؟ بزن واقعا؟ خوبی؟ همین الان گفتی از سر صبح داره به من و مامانم زنگ میزنه. آها سعید بهم زنگ زد. آره بعد ماجرا یه زنگ بزن. راستی برو باش کنی، برو بای نسو خانم ستوده لطف کنی اون حکمه رو برای من بیاری داخل اتاق. کدوم حکمه؟ همون حکمه که صادر شده. چه حکمی صادر شده؟ همون حکمه که از بالا اومده. بابا ما خودمون طبقه بالاییم دیگه، دیگه بالاتر از این که وجود نداره. خانم ستوده از طرف مرکز فقط دو تا حکم صادر شده برای کارمندامون، متوجهی؟ واقعا؟ خانم ستوده منظورشون حکمای بازنشستگی بنده و مهندس سیف هستش. جناب مهندس راسخ شمایی؟ بله. حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ خوبی؟ خانم حکما رو بیارین زودتر. به هر حال بعد 25 سال زحمت کشیدن فکر کنم امسال میدونستید بازنشست میشین. اونش مسئله نیست، من فقط موندم چجوری با مهندس سیف بگم وسط تعلیق حکم بازنشستگیش اومده. بفرمایید. ایوا جناب مهندس راسخ شما اینجا تشریف داری؟ خوبین؟ خسته نباشین. امرو برای بار چهارم شما احوال پرسی میکنین، بازنشست شدیم خانم، نمردیم که. آخی مبارکتون باشه ایشالله. خانم بفرمایید. واقعا خسته نباشید مهندس راسخ، این حکم شماست که البته از 3 هفته دیگه قابل اجراست، اینم حکم مهندس سیفه که طبق حکم از همین امروز خدمتشون تموم شده، البته پیش من میمونه تا خودشون تشریف بیارن بگیرن. بلند شو بابا جان، بلند شو بابا که رسیدیم جلو در مهدت. بابا بلند شو که از کل دنیا فقط تو برای من موندی. بابا بابا خوبی؟ عالی. شما چطوری؟ عالی. چی خواب میدی؟ تو خواب میخندیدی بابا؟ خواب دیدم عروسی همون سعیده. دهانمو نجس نکنم که دلیبری بهش بگم موبایلم نداره بلاکش کنم. نخند نخند، باشه برو مهدت، منم هزار یه رقم کار دارم برم پیش دایی تو رجب. چرا؟ کار زندگی من بدبخته دیگه بابا جان، افتاده به دایی تو رجب. بلند شو برو پایین، بلند شو برو مهد. بابا در مهد کودکمون بسته است. ای بهت میگم بدو بدو، همش بگی بخواب، تو ماشینم که فقط خوابی. بیا بریم بس برام دست خاله مهدت. من خیلی نیستم، من هم خواستم یه مبلغی رو هرچون کات کات کنم، حالا خودم فردا میام. بفرم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. بربون شما سایاری کم نشد، بربون تو بشه. چیه چه خبرته؟ ببخش من دست حواسم نبود. حواست کجاست؟ هیچ جا. چطور؟ سرت همش تو گوشه. چیه پیکی؟ پی هیچی از کسی حرفی زده چیزی گفتن خبری شده؟ مگه باید خبری بشه؟ نه چه خبری، اگه اتفاقی افتاده من بگین، حادثه رخ داده چیز. بیا من وقت میگیرم، برو دکتر، به این ترست غلبه کن، مریضی تو، چهار تا در و پنجره رو میبنده اینجوری رنگت میپره. رنگ چی؟ میدونی، خودت میدونی، بیا برو دکتر مداوا میشی. مردا 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 وای شوله بس کن تو رو خدا، سرسام گرفتم از موقعی مردا 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 مردا. چی؟ دختر نداری نمیفهمی دیگه. چی رو نمیفهمم؟ همین دیگه، اگه میفهمیدی نمیگفتی چی رو نمیفهمم. مردا بی فکرن، هرس میدن آدمو. میخوای من به مازیار بگم اون به جلال بگه؟ میخوای؟
کدوم مازیار؟ مازیار خودمون؟ نه مازیار فلایی. آخه مازیار فلایی چه ربطی داره؟ من هنوز سر میلادگیانی دارم به سعی جواب پس میدم. الهی من قربون تو برم مادر، با این عقل کمت مهندس چی تو دیده میخواد بیاد بگیرتت عزیزم؟ با این جلالو چی کارش کنم؟ جلال خون به پا میکنه. چرا؟ چرا خون به پا بکنه؟ مگه چیه یه خواستگار دیگه؟ وا شعله میخوای به بابا غفور بگیم اون به جلال بگه؟ نه 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 نه، اون سر قضیه شبشه چون سعید صفایی مجری بوده هنوز از دست شاکیه. ماما این کیکی مثل نامزدی خوبه؟ نه نیست. من الان نمیدونم باید چی کار کنیم. من که نگم، خودت نگی، شادی نگه، بابا غفور نگه، مازیار نگه، کی بگه؟ تورج بگه. اون وقت آقا جلال نمیگه اره اوره شمسی کوره از ماجرای خواستگاری دخترم با خبرت الا خودم نمیگه؟ حالا خانداداش من شد اره اوره؟ ببخشیدا، خانداداش شما خانداداش منم هست. ما چرا گفتی اون کیک برای نامزدی خوب نیست؟ گرون در میاد یا خوشمزه نیست؟ شل زن بزن تورج. ایوا من که خودم از اول همینو گفتم، همینه دیگه، هیچ وقت از اولش حرف من قبول نمی کنین، نمی پذیرید دیگه، همیشه همین بوده، تا بوده همین بوده. یادت نیست سر پارچه لباس نامزدی تیبت گفتم عزیز من خواهر من این پارچه چروک میشه؟ شوله بس کن، چرا قبل کنه میشکافی؟ منظورم اینه که زنگ بزنی به تورج بگی نظر چیه، چجوری به جلال بگیم، من که خودش بگه. اه بالاخره تورج زبون جلال بهتر بلده. باری کلا به تو شوله که خوب فکری کردی. بده من اون گوشی رو. حالا اگه این گوشی رو برداره. خوب همش علاف هم هست گوشی رو بر نمیداره. الو سلام تو تو جو. شوله جان چشم، حالا به جلال و مازیار گفتم برای فوتبال بیان اینجا، البته هنوز جواب ندادن. خیلی خوب چشم، گفتم چشم دیگه. تا منو سکته ندن دیوونه نکنم ول نمیکنم. بله نونو میخوری؟ میشه جان. خوشمزه است ها. چیه؟ دوباره چی شده؟ دوباره این رفیق قدیمی ما غفور چه ندونم کاری کرده که تو رو ریخته به هم؟ ندونم کاریو 28-9 سال پیش کرد که شعله رو داد به این جلال. دیوونمون کرده. همین دیگه، با آدم مشورت نمیکنه این میشه. ببخشی شما اون موقع منتظر خوردن زنگ آخر بودی که با بچه ها بری گل کوچیک بازی کنی تو کوچه. شما وقت مشاوره ازدواج نداشتی. خاک بریز. گل اندونو نمیخورید؟ این برای این پسره گیر داده، میگه من پنجشنبه میخوام بیام خواستگاری، پنجشنبه میخوام بیام خواستگاری. چرا من در جریان قرار نمیدید کی حالا؟ آقا عذرخواهی میکنم از شما، از این به بعد تو خانواده ما هر کی بخواد زن بگیره طلاق بده من میگم یه سلام خدمت شما تقدیم کنه. خوبه؟ عزیزم چرا عصبی میشی؟ محل کارا. گل اندونو میخوری؟ نمیخورم. بخور عزیزم. ببینم این جیبیه رو میگی؟ جیبیه کیه؟ همین جاسوسیه دیگه، همین کوچیکی که میشه گذاش رو میز دیگه، همکار شوهر خواهرت تو اداره. بله همون که مجریه. گفته دیش کدوم گل اندونه نمیخوری؟ نه بخور، فقط سینی و چاقو میخوایم. سلام. سلام. بیتر بیاد بلنش جلو بزرگتر. آقا سوختم، باختم. به فنار. تورج کجایی؟ من باش کار واجب دارم. شما بفرمایید داخل، من بهشون میگم بیا. تو چند سال نشستی داری بازی میکنی؟ بسر همه با سن من مشکل دارم. بیا بابا. بسر داشت کن بیایی. دکشون چرا کم میذاری؟ تو که گل هندونه رو خوردی چرا گلدونی رو میخوری؟ بیا من رو موین بر میکنم راحت باشی، همه رو قرص بگیم دیگه. جا ندارم ناده جون، مگه اعصاب معصاب این کارها رو داشتم؟ بچه خودم کلاس اول راهنمایی بود. شیشم. شیشم چیه؟ آخه الان راهنمایی فرق کرده دیگه، شده شیشم، هفتم، هشتم. من بچه واقعا خواهرزاده منو میخواد، واقعا شادی رو دوست داره. آقای کاملی ببخشید جانم.
اومدم با شما کار دارم. نمیبینی آقای کاملی اعصاب نداره؟ انقدر دیر اومده که کل انونمونم تموم شد. میخوای من به جلالتون بگم پسرم میشناسم دیگه، درسته تو جیبیه ولی واقعا تو دلیه. آدم دلش میره برای این آدم، جنم داره، میشه روش 200 طبقه صاف رفت بالا. ببین آقای صفایی خیلی با صفاست، شعرهایی که برای خواهرزادت گفته و تمامش پر از احساسه. اون شعرها همه مخاطبش خداست. بله بله. کی اومده؟ مهندس سیف. جلال؟ باش فوتبال قرار بود بیاد، الان چرا اومده؟ آقا حالا اومده بگیم برگرده، خوش اومده. قدمش رو تخم چشما. بریم ببینیم چی میگه. سلام. پس کو؟ مگه نگفتی تو اتاق هم؟ میتونم بابا کنید همینجا بود؟ از من رفته دستشویی؟ نه من الان تو دستشویی بودم، اونجا نبود که. تو از بس که گل هندونه زدی باید هم دستشویی باشی. یه لاب دوشک بنداز اونجا راحت. یعنی چی؟ چی شد؟ این چه بوغیه؟ چه بوغی؟ این بوغ بلاکه، طرف بلاکتون کرده. من چون خودم زیاد بلاک شدم میدونم. این بچه چند سالشه بین ما؟ سلام مهندس، حال شما خوبه؟ خسته نباشی. با شما این کاری داشتم. هر اتفاقی که تو این ساختمون افتاده به من هیچ ارتباطی نداره. برید به همونی که بهش رأی دادید بگید. پیغام دارم واسه تون. به همسایه‌ها سلام منو برسونید. بگید پیغام و پسغام واسه من نکنن. نیان بگن تو رو به خدا بیا ما رو از دست این ستار نجات بده. من حوصله مدیریت این ساختمون رو ندارم. مهندس کسی چنین پیغامی براتون نفرستاد. پس چیکار داری؟ دکتر خلج کارت ویزیتشو داده به من، گفته شمارش روشه، بدم خدمت شما، فکراتونو که کردین بهش خبر بدین. ببی این خلج چی جور آدمی هست؟ در جیک آشغالاشو سر وقت بدون سر صدا میذاره تو سطل آشغال، شارژو اول ما به موقع میده، در زن دست سوراشو تو این آبنما نمیشوره. متوجه شدی؟ بنده مهندس جلال سیف هستم. بله عزیزم قربان شما. دیشب میگه چی شد؟ عزیز من فکر کردی شما پست و مقام برای من اهمیتی داره؟ تا دلت بخواد این چیزا برای من ریخته یه؟ بله عزیزم بله، من راجب اون مسئله فکرامو کردم. شما میتونی امشب تشبیه بیاری من در خدمتت باشم منزل منتظرتم، چرا که در امر خیر نه که نمیارم. بله عزیزم بین ساعت 8:30 تا 9 منتظرم. قربان شما. نتیجه تربیت پدرشها، حرف هم بهش میزنی شلوغش میکنی. من نمیدونم جلال عزیز چرا یک ذره منطق پذیرش ندارم. من چجوری بگم این دختر خواستگار داره میخواد شوهر بکنه؟ ببین چه قیامتی به پا بکنه. شادی؟ شادی مگه خواستگار داری؟ دارم اصحاب زیر میره. آی ارسلان کی بود کل سهری صبح خروسخون به من و تو شادی زنگ زد؟ کی بود؟ بزن. سعید. سعید صفایی؟ عجب. خدایا دست تو بیار منم دیگه.
دیگه. یا تمرکز کن، پاتو تکون داده. یا برم دیگه. چی شده؟ تازم پرسی چی شده آقا مازیار؟ شما بپرس چی نشده؟ چه خبر نشده؟ رفیق شفیقت، یار غارت، همکارت، جلال بدبخت شد رفت. باکی، بیا اینجا بدم بدت. بودو خسنوشی، دوباره کاری کردی تو؟ چیه؟ از اتفاقات دیشب تا الان هیچی نشده فعلا. با عزتون پدر جان، من تا قبل از الکلاسیکو امشب به خودم و ستار عزیز قول دادم که 1500 قدم پیاده روی کرده باشم با همین وزن 12 کیلویی که خدمت من است. یه خبر بعدی میخوام بهت بدم سرخیو راموس، تو ارنج امشب نیستی. دمبلو بذار زمین. بذار زمین دمبلو. برو مرجان چی شده؟ چیزی که همین دیگه، لاپوشونی شده عادت زشت همتون. آخرش توپو انداختی تو زمین من. من خودم باید برم به جلال بگم. چطوری بگم؟ آقا مازیار شما بگو من چطوری برم به جلال بگم که شیرازه این مرد از هم نپاشه. مگه شما هم در جریان میخوای نباشی؟ من همیشه منتظر همچی روزی بودم. بالاخره که چی؟ شطوری که در خونه هم میخواه دیگه. مرد جان جلال بدبخت این شطور از نزدیک ببینه که میپکه. شادی شطور همون عمو سعیده؟ خوشم نمیاد به سعید میگی شطورا. شلوغش نکن شغل خانم دیگه، ما همه میدونستیم برحال یه همچین روزی پیش بیاد. تمام بچه که نیستم، 25 سال میشه یک ربع قرن. 5 سال خدمت صادقانه. بعد شما کجا فهمیدین از اداره بهتون زنگ زدن ها؟ نه با موبایل زنگ زد. چی زنگ زد؟ سعید دیگه. کی؟ سعید؟ سعید کی؟ با عمو سعید دیگه. سعید پدر جون، سعید صفایی همکار شما، خواستگار شادیه دیگه. صفایی خواستگار شادیه؟ آقا مازیار پس دوستات ما چی داریم میگی؟ نه نه نه، یه دفعه سعید صفایی تو اداره؟ با عمو چرا دارین نمیشناسیدش؟ آره دیگه. پس من میگم 25 سال تو برای چی تایید میکنی؟ چیو میگی؟ بازنشستگی. منو جلال بازنشست شد. همیشه از آدم ها میشنوی که یا با خنده یا با عصبانیت یا در حالی که دارن حرص میخورن از آدم های حرف میزنن که به بهانه‌ای جلب توجه کردن، ولی هیچ کس نمیپرسه چرا آدم ها جلب توجه میکنن. آدم ها خیلی اوقات از تنهایی، از ترس از دست دادن، از حسادت، از بیتوجهی، از محبت ندیدن، از تحسین نشدن و خیلی چیزهای دیگه دست به جلب توجه میزنن. شاید کودکی که دردسر درست میکنه خیلی دیده نمیشه. شاید زنی که خیلی گریه میکنه
محبت از همسرش نمیبینه و تنها راه محبت گرفتن و گریه کردن میبینه. شاید مردی که زیاد فریاد میزنه و خشمگینه تحسین و تشکر خانوادهشو نمیبینه. شاید آدمی که خیلی میخوره یا آدمی که خیلی کم میخوره از درد دیده نشدن رنج میبره. شاید پیر مرد یا پیر زنی که بیش از حد تمارز میکنه از تنهایی و بیتوجهی درد میکشه و تنها راه دیده شدن رو مریض شدن میدونه و امان از روزی که این نیاسا تبدیل به عادت هامون میشه و نتونیم مرز بین واقعیتی که هستیم و این نقشایی که مجبوریم بازی کنیم و تشخیص بدیم. اون روز روزیه که ما گم شدیم و پیدا کردنمون خیلی سخته، چه برای خودمون چه برای دیگران و چه برای نزدیکانمون. البته من که این چیزا را نمیدونم، شما که بزرگترید بگید. آبجی چی بکشم براتون؟ دست شما دم. البته صدقه شما. ماشاءالله. مریضمان دیمانده خانم میخونم. ملک دمان و دیماندی فهمیدی میخوای من چطور هوا ابر مهم نیست بزن بیرون دوباره لذت ببر از هوا.